عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند. خداوند رو مثل همیشه شاکر هستیم که توفیق داریم در کنار هم باشیم و با هم دیگه همسایه نظامی بخونیم. و به طور خاص ما داستان به اصطلاح لیلی و مجنون رو داریم از همسایه نظامی پیگیری میکنیم. در جلسه گذشته دو سه تا بخش از داستان رو خوندیم. داستان بسیار جالب و جذاب هستش. یه بخشش اون بود که مجنون از وفات مادرش آگاه شد. بعد از اون دیدیم که به اصطلاح لیلی از طریق اون پیرمردی که واسطه به اصطلاح پیغام رسانی بین لیلی و مجنون بود درخواستی کرد و مجنون دعوت کرد که بیاد به یک قرارگاهی و در اونجا با همدیگه ملاقاتی داشته باشن. در این قرار به اصطلاح صورت گرفت. مجنون به منطقه آمد و با همدیگه شروع کردن به صحبت کردن و بعد از اینکه این صحبت ها انجام شد دیگه مجنون داستان شعرهایی رو برای لیلی خوند، درد دلهاش رو برای لیلی گفت و لیلی برگشت به منزل خودش و مجنون هم در حال برگشت به همون کوه و دشت و بیابانی که به سر انجام دید. تا اینکه اتفاقات بعدی افتاد. اتفاقات بعدی اینه: آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون. خب میگه دانای سخن چنین کند یاد که از جمله منعمان بغداد. منعمان یعنی ثروتمندان. عاشق پسری بود آشنا روی، یک موی نگشته از یکی موی. این یک موی نگشته از یکی موی به معنی اینکه هیچ تغییر و تحولی در حال و روزش به وجود نیامده است، یعنی آنچنان که بود همون گونه باقی بود. حالا این یک موی نگشته از یکی موی، حالا بعدا توصیف میشه که یعنی چی، در چه حالی بود که همچنان در آن حال باقی بود. خب هم سیل بلا به دور رسیده، هم سیلی عاشقی چشیده. پس میبینید که یه آدمی که یه پسری که از خانواده ثروتمندی هم هست و عاشقم بوده ظاهرا، هم سیل بلا رو دریافت کرده بوده، بلا به سرش رسیده بوده، هم سیلی عاشقی به صورتش خورده بوده، یعنی در وادی عشق او هم بلا کشیده بود و در عین حال پایدار و مقاوم هم در این راستا بود. دردی کش عشق و درد پیما، اندوه نشین و رنج فرسا. پس میبینید که دردی کش یعنی کسی که شراب می نوشد، شراب لو کوالیتی. گفته بودم اینو قبلا در اشعار حافظ که دردی به اون ته خم شراب که لرد شرابم توش بوده و خیلی ارزون قیمت بوده، به اصطلاح اونو به فقرا می فروختن. اون قسمت بالا که شراب صاف و خالص و مثلا های کوالیتی بوده، اونا که ثروتمندتر بودن اون شراب رو مصرف می کشیدن. بس برابری دردی کش عشق و درد پیمای، اندوه نشین و رنج فرساد. بنابراین یه آدم عاشق میشه که اونم تقریبا شبیه به مجنون همین حالات رو طی کرده. گیتش سلام نام کرده، وقبال بدو سلام کرده. دقت کنید، میگه جهان اسم او را سلام گذاشته بود و اقبال هم به او روی آورده بود. حالا این اقبال چی هست؟ یعنی اقبال عاشق شدن به او روی آورده بود یا نه اینکه از منعمان بغداد بود، از خانواده های ثروتمند بغداد بود؟ هر دو رو میشه استنباط کرد. اما یه چیزی یادتون باشه، اسم این پسر جوان سلامه، اسم شوهر لیلی هم ابن سلامه. خب خاطرتون هست دیگه. اصلا وقتی ما یه نگاهی بکنیم به این داستان لیلی و مجنون، یه ریویو الان با هم دیگه بکنیم توی کاراکترهایی که تو این داستان حضور داشتن. یکیش خود مجنون بود که اسمش قیس بود، اسمش بعدن لقبش شد مجنون، اسمش قیس. یه دونه لیلی بود که همون اسمش لیلی بود واقعا. بعد دیگه کی بود؟ بابای مجنون بود که اسم نداره، فقط بهش میگفتن بزرگ طایفه بنی عامر. یه دونه بابای لیلی بود که باز اون اسم نداره، بهش گفتن بزرگ قبیله بنی نجد که کنار کوه نجد هم چادراشون بود و مثلا چیزشون بود، زار زندگیشون اونجا بود دیگه.
این از این. بعد یه ابن سلام داریم که به اصطلاح با لیلی ازدواج میکنه، بعد یه دونه شخصی داریم به نام نوفل که به اصطلاح میاد و دو بار به خاطر مجنون میره با خانواده لیلی، با مثلا طایفه لیلی منظورمه، وارد جنگ میشه نوفل. یه دونه پیرمردی داریم که پیغام بین لیلی و مجنون میبره میاره. یه دونه دیگه کی داریم؟ دیگه یه دونه خالو داریم که به اصطلاح دایی مجنونه که خبر میاد سراغ به اصطلاح مجنون رو میگیره و لباس براش میاره و بعدم خبر از قوم قبیلهش میاره، بعدم میره مادر مجنون براش میاره که باش ملاقات داشته باشه. و مادر لیلی و مادر مجنون رو داریم که نقش چندانی ندارن، فقط مادر لیلی که فعلا اصلا حرفی ازش نیست، فقط یه بار یکی از دوستای لیلی بهش میگه که احتمالا مجنون لیلی عاشق شده، ولی دیگه واکنشی سخنی چیزی وجود نداره، تعاملی هم بین مادر لیلی و خود لیلی اساسا وجود نداره و هیچی. مادر مجنون هم باز اسم نداره، نه اون اسم نه این اسم داره، فقط یه بار میاد به دیدن مجنون، بعدم میره و فوت میکنه و اون خالوی مجنون که اون دایی مجنون میشه در واقع، خبر مرگ مادر رو برش میاره. اینا رو دیگه ریویو کردیم، میخوام اینا رو خاطرتون بمونه چون که بعدا احتمالا بهش بعد مراجعه بکنیم. خب اینو داشته باشید. و بعدم این که حالا شخصیت جدیدی به اسم به اصطلاح سلام، نامی پسر جوانی هم حالا حضور پیدا کرده در صحنه داستان که داریم داستانش میکنیم. در عالم عشق گشته چالاک، در خواندن شعرها هوسناک. چون از سر قصه های دورپاش، شد قصه قیس در جهان فاش. در هر طرفی ز طبع پاکش، خواندند نصیب دردناکش. نصیب یعنی قصیده، اون اشعار اول به صلاح قصیده رو بهش میگن نصیب. هر غمزده ای که شعر او خوان، آن ناقه که داشت سوی او ران. چون شهر به شهر تا به بغداد، آوازه عشق او در افتاد. از سحر حلال او ظریفان، کندند سماع با حریفان. افتاد سلام را زان افتاد سلام را که از آن خاک، آیت به سلام آن هوسناک. میبینید که این آقای به اصطلاح سلام نامی که از خانواده ثروتمندیه، ضمناً عاشق پیشه هم بوده و ضمناً به قول طرف چیزم بوده، در وادی عشق هم تحمل داشته، آدم به اصطلاح هوسبازی نبوده، اونم مدت ها تحمل دوری معشوق داشته و چنین و چنان، خیلی به اشعاری که از طرف مجنون خوانده میشد در بین و عشاق آن زمان، چون این مجنون که شعر میگفت این شعرها دست به دست میشد دیگه، مردم یادداشت میکردن مینوشتن و اونایی که عاشق بودن برای معشوق خودشون این شعرها رو مثلا بازنویسی میکردن یا از حفظ میکردن مینوشتن برای اونا میفرستادن. این صحبت ها به دست این آقای سلام هم رسیده بوده. سلام خیلی علاقمند شده بوده به این اشعاری که مجنون میسراید و تو گویی که یک نوعی همزاد پنداری با مجنون میکرده در این وادی عشق. برابر ایشون تصمیم میگیره که از بغداد که محل زندگیشه پاشه بیاد مجنون رو پیدا کنه و مثلا به خدمت مجنون برسه و چه میدونم حالا یه تلمذی مثلا بکنه. خب ایران میگه بر بس بونه به ناقه ای چست، ناقه یعنی شتر. بر بس بونه به ناقه ای چست، بکشا زمام ناقه را سست. این که میگه بکشا به صلاح زمام ناقه را سست، یعنی دهنه این شطور چیکار کرد؟ رها کرد. وقتی شما دهنه اسب رو و دهانه به صلاح شطور رو رها میکنید، به معنی که به حیوان اجازه میدید که با سرعت حرکت کنه. توجه کردید؟ این در شاهنامه هم خیلی از این اصطلاح استفاده میشه. میگه پهلوان به صلاح دهانه به صلاح افسار به صلاح اسب رو رها کرد، یعنی
دست اجازه داد که گردن خودش رو در به موازات بدن قرار بده. چون میبینی وقتی اسب میخواد با سرعت بدوه، گردنش بالا نیست، گردنش رو میاره پایین که به اصطلاح چیز باد رو کم کنه، اون مقاومت باد رو کم کنه، گردنش میاد پایین در به اصطلاح به موازات بدن اسب قرار بگیره و اسب با سرعت زیاد میتونه بدوه. اینجوری پس برای اینه به این شکل دیگه. در جستن آن غریب دلتنگ در بادیه رام چند، بادی یعنی بیابان، پرسید نشان و یافتش جای، افتاده برهنه فرق تا پای، پیرامونش از وحوش جوقی. جوقی یعنی یک گروه، جوق جو جوقه یا جوخه ما میگیم الان توی ارتش، ولی جوخه غلطه، جوق جوق درسته، یعنی یک گروه کوچک. پیرامونش از وحوش جوقی، حلقه شده بر مثال توقی، او کرده ز راه شوق زاری، زان حلقه حساب طوق داری. چون دید که آید از ره دور، نزدیک بیان جوان منظور، زد بانگ بر آن سباع حایل. سباع حایل یعنی سباع یعنی حیوانات وحشی که دورش رو گرفته بودن، حایل کردن یعنی دور کسی رو گرفتن. زد بانگ بر آن سباع حایل، تا تیغ کنند در حمایل. میگه وقتی که این پسر جوان اومد نزدیک مجنون شد، مجنون از دور دید که یه پسر جوانی داره میاد به طرفش، یه به صلاح خطاب و عتابی به این حیوانا کرد که برید دور شید. اینا هم بلند شدن، تیغ رو در حمایل کردن، یعنی شمشیر رو در غلاف کردن، یعنی اونا دوربر مجنون بودن که اگر یه کسی یا چیزی خواست به مجنون حمله کنه، چون انقدر با مجنون رفیق شده بودن و مجنون به اینا خوراک میداد، غذا میداد، هر کسی براش غذا میداد و خودش بیچاره نمیخورد، میداد به این جک و جونه برا. اینا به همین دوستش داشتن، دور برش بوده همیشه. خب چون یافت سلام از او قیامی، دادش ز میان جان سلام، مجنون ز خوش آمد سلامش، بنمود تقربی تمامش، کردش به جواب خود گرامی، پرسیدش کس کجا خرام. ببینید مجنون وقتی که دید این آقای سلام نزدیک شد و بهش سلام کرد و به هر حال ابراز محبت داره میکنه و میخواد که به این نزدیک بشه، پیغامی بده یا سوالی بکنه، کاری بکنه، تحویلش گرفت به قول معروف، این حیوانات که رد کرد، جواب سلام اینم به گرمی داد و بهش گفت بفرمایید بشین، مثلا چی میخوای، از کجا آمدی و فلان. گفت ای قرض مرا نشانه، و آوارگی مرا بهانه، آیم بر تو به شهر بغداد، تا از رخ فرخت شوم شاد، قربت برای تو گزیدم، کابیات غریب تو شنیدم، و چون کرد مرا خدای روزی، روی تو بدین جهان فروزی، زین پس من و خاک بوس پاید، گردن نکشم ز حکم و رایت، دم بی نفس تو بر نیارم، در خدمت تو نفس شمارم، هر شعر که افکنی تو بنیاد، گیرم منش از میان جان یاد، چندان سخن تو یاد گیرم، کآموده شود به دو زمیرم. آموده شدن یعنی وفق یافتن، یعنی از بحر شدن، یعنی ملکه ذهن شدن. انایت داری چه از منظورش اینه، زمیرم هم که یعنی باطنم. میگه که به سلام، میگه که آقای مجنون، من اومدم که تو رو ببینم، اومدم که با تو آشنا بشم و خداوند این رزق و روزی رو برای من قرار داده که بتونم تو رو پیدا کنم، تو الگوی من هستی در عاشقی به هر حال، و اومدم که در خدمت تو باشم، پایبوس تو باشم، نمیدونم حالا نوکری تو رو بکنم، خدمت تو رو بکنم، شاگردی تو رو بکنم، و از صحبتهایی که تو میکنی، اشعاری که تو به سلام میخونی، همه رو من میخوام یاد بگیرم و اینو ملکه قلب و ذهن خودم بکنم، یعنی الگوی تو بشه، الگوی من برها. بعد میگه که گستاخترم به خود رها کن، گستاخترم به خود رها کن، با خاطر خیش آشنا کن، میده ز نشید خود سماعم، پندار یکی از این سباعم. میده یعنی بده، نشید یعنی همون شعر آواز، سماعم یعنی به گوش من برسان،
فکر کن که منم یکی از این وحوش هستم، چون مجنون وقتی که شعر میگفت داشت این شعرها رو میخوند و این به سر حیوانات وحش به صلاح گوش میکردن دیگه، اونا که دور برش بودن. حالا دیگرانی هم که از دور اگر صداشون میشنیدن اونا هم خوب یاد میگرفتن یا یادداشت میکردن، یا وقتی که از کنار یه آبادی داشت عبور میکرد و این شعرها رو میخوند، اون اهالی آبادی میدویدن میومدن از دور مثلا گوش میکردن فلان. بعضی هم با سنگ میزدن بیچاره مجنون رو، گفتن این دیوونه است، این بچه ها به خصوص کتکش میزنن، سنگ بهش پرت میکرد. میگه میده ز نشید خود سماعم، پندار یکی از این سباعم، بنده شدن چو من جوانی، دانم که ندارد از زیانی. من نیز به سنگ عشق سودم، عاشق شده خاری آزمودم. میبینید میگه منم مثل تو هم، منم به سنگ به سر عشق آسوده شدم، میگم آسوده شدم، فرسوده شدم و فرسوده شدم و عاشق شدم و خاری رو منم چشیدم مثل تو. مجنون چو هلال در رخ او، زد خنده و داد پاسخ که ای خواجه خوب ناز پرورد، ره پر خطر است باز پس گرد. ببینید خوب دقت کنید به این جاها، این جاها مهمه، اینا مهمه، دقت کنید. برگشته بهش میگه که ای خواجه، آقا، خواجه یعنی آقا، خیلی تو خوبی ولی ناز پرورد هستی، دقت کنید. ای خواجه خوب ناز پرورد، ره پر خطر است باز پس کرد. این راهی که من دارم میرم خیلی پر خطره، برگرد، تو مرد این راه نیستی، دقت کنید. نه مرد منی اگرچه مردی، کست غم من یکی نخوردی. من جز سر دام و دد ندارم، نه پای تو پای خود ندارم. میبینی میگه که تو خیلی مردی، اما تو یه دونه از غمایی هم که من تحمل کردم و تحمل نکردی، تو هنوز خیلی جا داره که رشد بکنی. خب من سر دام و دد دارم، نه حوصله خودم رو ندارم، چه برسه به حوصله تو. من خودم رو هم نمیتونم تحمل کنم، چه برسه که تو هم حالا میخوای بیایی که مثلا من غم تو رو هم بخورم، یا مثلا تو رو هم در کنار خودم تحمل کنم. ما را که ز خوی خود ملال است، با خوی تو ساختن محال است. میبینی دیگه من تحمل خودم رو هم دارم، چطور میخوام که تحمل تو رو هم بکنم. از صحبت من تو را چه خیزد، دیو از من و صحبتم گریزد. من وحشیم و تو انسجویی، آن نوع طلب که جنس اویی. حالا این انسجو یا انسجو هر دو معنی رو میده، میگه من وحشیم اما تو انسانجو هستی، یا تو دنبال مهربانی هستی. انسان از ریشه انس میاد، بعضی ها میگن انسان از ریشه نسیان میاد به معنی فراموشکار، هر دو هم درسته. میگه تو انسجو هستی، انسانجو هستی، یا حالا اومدی محبت من رو میخوای مثلا دریافت بکنی، ولی من وحشی هستم. تو برو همجنس خودت رو پیدا کن که با او مباشرت و معاشرت داشته باشی. چون آهه اگر حمول گردی، زاهم چون منی ملول گردی. اینم جالبه، حمول یعنی متحمل، اون ریشه حمال از همین میاد، یعنی حمل کننده، بار را میتواند حمل کند و تحمل کند حمله یک بار سنگین را، بهش میگن حمال. شما شنیدید حتی توی ساختمان سازی هم میگن این دیوار دیوار حماله، یعنی بار بخشی از ساختمان روی این دیوار، پس این دیوار رو باید خیلی محکم بسازیم میشه فلان میسا. برحال همون یعنی متحمل و شکیبا. میگه اگه تو حتی مثل آهن شکیبا و متحمل باشی، زاه چون من این ملول گری. آه من انقدر گرم و تیزه که ملول میشی تو، یعنی من آهن، من حتی آهن رو هم میتونه آب بکنه، یا آهن رو هم خم بکنه یا نرم بکنه. برو گر آب شوی به جان نوازی، به آتش من شبی نسازی. میگه اگه تو مثل آبم باشی نمیتونی آتش وجود من رو خاموش بکنی. با من تو نگنجی اندر این پوست، من خود کشم و تو خیشتن دوست. میبینی میگه تو نمیتونی با من در یه وادی باشی، من خودم رو دارم میکشم اما تو خود دوست داری.
ما دوتا نمیتونیم، ما در کنار هم نمیتونیم قرار و آرام داشته باشیم. بگذار برادر این خرابی که از من دم همدمی نیابی. میگه تو منو در این خرابه بذار بمونم، زیرا که من نمیتوانم همدم تو باشم. تو نمیتونی یه همدم از من برای خودت بسازی. خب گر در طلبم رهی بریدی، ای من رهیت که رنج دیدی. دیگه تو به خاطر من راهی رو اومدی، به از بغداد کوبیدی بیچاره بنده خدا، اومدی تو این بیابونا من رو پیدا کنی، من رهی تو، من غلامتم، منو ببخش که رنج دیدی و ناامید میشی از اینکه پیش من باشی. چون یافتیم قریب و غمخوار، الله معک، بگو و بگذار. الله معک یعنی خدا با تو باد. میگه حالا که من پیدا کردی فقط بگو که خدا حفظت کنه، یا خدا با تو باشه، و به من اینو بگو و برو، بگو در پناه خدا باشی و برو، همین خدافزی کن با من. ترزم چو به لطف بر نخیزی، از رنج ضرورتی گریزی. میگم از این میترسم که اگه خودت با پای خودت نری و پیش من بمونی، یه مشکلاتی برات پیش بیاد که مجبور بشی بالاخره فرار کنی، اثر ناراحتی بری. برای من از همین حالا دارم بهت میگم لطف کن، همین حالا که حالت خوبه و مشکلاتی برات پیش نمیده، پاشو برو. در گوش سلام آرزومند، پذرفته نشد حدیث آن پند. میگه سخنان جناب مجنون تو گوش این آقای سلام فرو نرفت. گفت نه، من این حرفا رو شما داری میزنی، من این حرفا رو گوش نمی کنم. من اومدم مثل تو، منم میخوام در کنار تو باشم، تو الگوی من هستی، منم میخوام همون رنج و سختی که تو داری میکشی منم بکشم. گفتا به خدا اگر بکوشی که از تشنه زلال را بپوشی، بگذار. به این گفتا به خدا اگر بکوشی که از تشنه زلال را بپوشی، این شرطی نیست، این قسمه. دیگه تو رو به خدا قسمت میدم که از من تشنه زلال حضور خودت رو نپوشانی. منظورش اینه، میگه یعنی حضور تو مثل زلال، آب زلالی است که من دلم میخواد در کنار این آب زلال، من تشنه، قرار بگیرم. لطف کن من از خودت محروم نکن. حرف آقای سلام اینه، بگذار که از سر نیازی در قبله تو کنم نمازی. گر صحو شود به سجده راهم، در سجده سهو عذر خواهم. این خود پیچیدگی داره قشنگه، ولی میگه که بذار من در اثر نیاز در قبله تو نماز بخوانم. یعنی حالا قبله تو هر جا از تو به هر سمتی که داری نماز بخوانم، من به همون سمت نماز، یعنی منم با تو همراه باشم. اگر در این مسیر سهوی از من رخ داد، در سجده سهو اون رو جبران میدم. شما به این یک قانون نماز دیگه، میگه اگر شما در نماز یه اشتباهی کردی، مثلا قنوت نگفتی، فرض کنید حالا اگر از ارکان نماز یکیش هم این هستش که مثلا شما باید سجده بکنی، مثلا دو تا سجده بکنی، یا مثلا رکوع بری، یا نمیدونم حالا چه میدونم یه جایی رو خطایی میکنی، بعضی از حالا این چیزای شرعیشو من نمیخوام بگم چون که ممکن اشتباه بگم، نمیخوام، ولی اینو میتونم بگم، اینو بلدم که بگم. شما بعضی از خطاهایی که در نماز مرتکب میشوی آخر نماز بهش میگن سجده سهو کردن، یعنی شما دو تا سجده میکنی چیز میشه به اصطلاح، اون میشه جبران اون اشتباهی که مثلا انجام دادی، سجده میکنی، بهش میگن سجده سهو. میگه اگر من خطایی هم کردم با سجده سهو عذرخواهی میکنم. حرف آقای سلامی، مجنون بگذاش از بسی جل، تا عهده به سر برد در آن عهد. مجنون نرم شد وقتی که این آقای حرف زد و خیلی خوب، حالا یه مدتی بمون ببینیم چه جوری میشه. اجازه ده بخشا سلام سفره خیش، حلوا و کلیچه ریخ در پیش. گفتا بگوشا چهر با من، نانی بشکن به مهر با من. نان خوردنت هرچه دلپذیر است، زین یک دو نواله ناگزیر است. مرد هرچه به تب مرد باشد، نیروی تنش به خرد باشد. خب میبینید
این آقای چیز، این آقای سلام وقتی که مجوز گرفت از مجنون بعد از خیلی تقاضا کردن و التماس کردن و خواهش و منع کردن، برگشت گفتش که خاله خب اشکال نداره، مجنون گفت باشه، تا این گفت باشه اینا خوشحال شد، فوری بساط سفرش و بخچش آورد و باز کرد و خب توش نون آورده بود، غذا آورده بود، آذوقه آورده و این حرفا، باز کرد جلوی مجنون گفتش که آقا من خیلی دوست دارم که لطف کنی با من هم غذا بشی، یه لقمه غذای چیزی بخور که تو هم جون بگیری از این حرف. این حرف رو که زد گفت، و در حرفش هم این بود که تو هر انسانی بالاخره باید که با غذا انرژی بر خودش داشته باشه بتونه که به زندگیش ادامه بده. تا اینو گفت مجنون جواب داد، گفتا من از این حساب فردم، کان را که غذا خور است خوردم. ببینی چی میگه؟ میگه ببین آقای سلام، من از این ماجرا که انسان باید غذا بخوره که زنده باقی بمونه، میگه من از این مرحله دیگه گذشتم، من از این مرحله گذشتم، آنی که غذا میخورد را من خوردم. یعنی چی؟ یعنی اون جسم خاکی خودم رو که به غذا نیازمندش، من اینو زیر پا گذاشتم، نه اینکه حالا خوردم خودم رو خوردم، نه، یعنی زیر پا گذاشتم، من به غذا تمایلی ندارم. میگه نیروی کسی به نان و حلواست، او را به وجود خیش پرواست. میگه اون کسی به مثلا نون و حلوا نیاز داره که برای وجود خودش چیه اهمیت و ارزش قائله، میخواد این جسم رو حفظ کنه. چون من ز نهاد خیش پاکم کی بی خورشی کند هلاکم. میگه من از نهاد خودم، منظورش یعنی جسم خودم، میگه من از جسم خودم میگه گذشتم، به این جسم خودم توجهی ندارم، بنابراین بدون غذایی منو هلاک نمیکنه، یعنی من بدون غذا میتونم ادامه بدم. خب چون دی سلام کن جگرسوز، نخسپد و نخورد شب و روز، نه روی برد به هیچ کویی، نه صبر کند به هیچ رویی، میداد دلش ز دل نوازی، کان را کان به که در این بلا بسازی. حالا دقت کن، اینجا یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. میگه آقای سلام دید که این مجنون راساسی نه غذا میخوره، نه میره مثلا به یه شهر آبادی، نه یه دوشکی بند بساطی بر خودش تهیه کرده که چه میدونم حالا بخوابه یا استراحتی بکنه، هیچ جوری اصلا چیز نیست، هیچ جوری به این جسم و وجود خودش رسیدگی نمیکنه. همینطور در وادی اون حالا تو اون چاله و غار و چه میدونم شکاف کوهی که داره زندگی میکنه و داره فقط شعر میخونه و از این حرفا، برابری سعی کرد که یه جوری به اصطلاح با مجنون وارد سخن بشه، از مجنون دلجویی بکنه، بهش روحیه بده، یه همچه حالتی. خب اینا رو داره میگه، یکی میداد دلش به دل نوازی، کان به که در این بلا بسازی، دایم دل تو حزین نماند، یکسان فلک این چنین نماند، گردنده فلک شتاب گرد است، هر دم ورقیش در نورده است، تا چشم به هم نهاده گردد، صد درز فرج گشاده گردد، زین غم به اگر غمین نباشی، تا پی سپر زمین نباشی، به گردی اگر چه دردمندی، چندان که گریستی بخندی، من نیز چو تو شکسته بودم، دلخسته و پای بسته بودم. میبینی حالا آقای سلام اومده میخواد به مجنون درس بده و به مجنون به قول معروف روحیه بده و بهش مثلا دلگرمی بده به حساب خودش. برگشته بهش میگه که ببین جناب مجنون، بله حالا عاشقا همیشه درد میکشن و به اصطلاح تو همیشه دیگه غمگین باقی نخواهی موند، خداوند این دور فلک دهار گردش است و هر روزی اتفاق جدیدی بیفته، ایشالله یه فرجی هم برای تو باز میشه، تو از این غم و اندوهی که داری به قول معروف بیرون میای و به اصطلاح دیگه دور این دور خودش تو این زمین نمیچرخی و خداوند یه به اصطلاح لطفی به تو میکنه و
بعدم چیز میشی به قول معروف از این گریه و دردمندی که داری یه روزی هم تو میخندی. منم مثل تو دل شکسته بودم و دل خسته و پای بسته بودم، هم فضل و عنایت خدایی دادم ز چنان غمی رهایی. فضل و لطف خداوند من از اون غم و اندویی که مثل تو منم غمگین بودم منو نجاتم داد. یعنی داره به مجنون دلگرمی میده که ناراحت نباش، پس فرجام شوی تو نیز خاموش، مین واقعه را کنی فراموش. این شعله که جوش مهربانی است، از گرمی آتش جوانی است. چون در گذرد جوانی از مرد، آن کوره آتشی شود سرد. میبینی میگه که جناب مجنون، شما مثل من شامل حالت میشه لطف و عنایت خداوند. این مشکلاتی که برات اینجور پیش اومده این شور جوانیه، جوانی تو هم که یه مقداری بگذره اون شور عشق جوانی تموم بشه، آتش عشق هم در دل تو چی میشه؟ خاموش میشه و تو هم دیگه به صلاح راحت میشی و آزاد میشی و روی رستگاری رو به قول معروف خواهی دید. خب این رو میگه. حالا مجنون ز حدیث آن نکورای از جای نشد، ولی شد از جای. میبینی چی میگه؟ اول به این کلمه دقت کنید، از حدیث آن نکورای، یعنی میگه اون پسره آدم بدی نبود، انسانی بود که اثر لطف و اثر چه میدونم حالا لطف و عنایت از خیراندیشی داشت این حرفا رو میزد. میگه که مجنون از شنیدن حرفای این آدم که حالا آدم خوشقلبی هم بود، اثر خیراندیشی هم داشت این حرف رو میزد، از جا نش، یعنی تحولی درش به وجود نیومد، اما باعث شد که یه واکنش نشون بده. گفته چه گمان بری که مستم یا شیفته هواپرستم؟ میگه مرد استوی تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی من مستم یا مثلا شیفته هواپرستم؟ یعنی حالا من به قول مولانا گفتش که غیرتم آید که پیشت بیستم، بر تو میخندند و عاشق نیستند. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. دیگه نه فکر میگی تو فکر من از اون عاشقان چند روزه هستم که حالا در دوره جوانی هم و مثلا شور عشق منو گرفته، بعد از مدتی هم این شور عشق در من خاموش میشه و بعد دیگه منو فراموش میکنه. تو فکر من اینجوری هم این حرف داری میزنی؟ میگه گفتا چه گمان بری که مستم یا شیفته هواپرستم. شاهنشاه عشقم از جلالت، نابرده ز نفس خود خجالت. از شهوت عذرهای خاکی، معصوم شده به غسل پاکی. ببینید زالایش نفس باز رسته، بازار هوای خود شکسته. ببینید میگه تو فکر کردی که من شیفته هواپرستی شدم، حالا عاشق یه دختر شدم، حالا اگه بهش برسم مثلا دیگه عشق من تموم میشه، آتش عشق من خاموش میشه، یا اگر مثلا یه دوره بگذره اون آتش در قلب من خاموش میشه تموم میشه. نه آقا، من شاه عشقم، شاهنشاه عشقم و از نفس خودم هم خجالت نمیکشم. میبینی که نفسم رو به چه حال روزی انداختم. از شهوت عذرهای خاکی محسوم شده به غسل پاکی. من با غسل پاکی که کردم شهوتهای عشق خاکی رو از خودم دور کردم. زالایش نفس باز رسته، بازارهای هوای خود شکسته. من بازار هوای حفظ خودم رو شکوندم، از بین بردم هوا و هوس در خودم. عشق از خلاصه وجودم، عشق آتش گشت و من چو عودم. دیگه من همه وجودم عشقه و من مثل عودی هستم که بر آتش عشق دارم میسوزم و دارم از بین میرم، محو دارم میشم در عاشق، در آتش عشق. تو داری چی داری به من میگی مرد حسابی؟ حالا بعد از چند مدت فراموشت میشه و فلان بیسار. عشق آمد و خواست کرد خانه، من رخت کشیدم از میانه. دیگه من دیگه وجود ندارم، من دیگه وجود ندارم، من رخت کشیدم از میانه، من از وجود خودم رخت بر کشیدم. عشق آمد و خواست کرد خانه، این خانه قلب من و جسم من شده عشق. اون اومده اینجا نشسته با هستی من که در شمار است. من نیستم،
آنچه هست یار است. ببینید این شعرها چقدر عرفانیه. یادتون میاد اون داستان موسی و شبان که وقتش موسی برگشت به شبان گفتش که هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. وقتی که موسی دنبال شبان دوید، بعد شبان چی جواب داد؟ گفت موسی من از آن بگذشتم، من کنون در خون خود آغشتم. توجه کردی؟ گفت اون موقعی که من داشتم اون شعرها رو میگفتم و تو منو به سرا چیز میکردی، منو چه میدونم شماتت میکردی که چرا میگی تو کجایی من تو کجایی تا شمم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت و این صحبت ها، من میگفتم تو منو شماتت میکردی، من از اون مرحله دیگه گذشتم. تا اون موقع من خودم رو میدیدم، خدا رو هم رفیق خودم میدیدم، باش حرف میزدم، اون یکی بود من یکی دیگه بودم. اما از این لحظه به بعد من دیگه از اون مرحله گذشتم، من دیگه در خون خودم غرقه هستم، من دیگه وجود ندارم، من حالا دیگه شدم یکی، من با خدا یکی هستم، تموم شد، اون مرحله گذشت. این هم همینه میگه، عشق آمد و خواست کرد خانه، من رخ کشیدم از میانه، با هستی من که در شمار است، اگر وجود من در شمار باشه من نیستم، آنچه هست یارم، من دیگه وجود ندارم، فقط یاره. کم گردد کم گردد عشق من در این غم، گر انجم آسمان شود کم. میگه اگر از ستاره های آسمون یه دونه کم شد، اون موقع بفهم که از عشق من هم یه چیزی کم شده. یعنی چی؟ در حالی که خداوند در قرآن میفرماید که ما آسمان را آفریدیم و در هر لحظه بر وسعت آن اضافه کردیم و این اضافه شدن آسمان همچنان ادامه دارد و هرچی هم این ستاره شناسان و منجمان نگاه میکنن میگن 100 میلیون نمیدونم کهکشان، در هر کهکشان هم 100 هزار مثلا میلیون ستاره، همینطور هم هی کشف میکنن بیشتر و بیشتر. جیمز وب هم هی داره تصاویر جدیدتر نشون میده و آسمان های جدیدتری هم به ما مکشوف میشه. بعد میگه که عشق از دل من توان سپردن، عشق از تن من توان ستردن، گر ریگ زمین توان شمردن. دیگه ای تو تونستی ریگ های بستر اون ذرات ریزی رو که در حالا ساحل دریا و در بیابان ها و در صحاری و در تمام این کره خاکی وجود داره بتونی بشماری، اون موقع میتونی قلب من رو هم از عشق خالی کنی. در صحبت من چو یافتی را، میدار زبان ز عیب کوتاه. میگه تو اگر میخوای کنار من باشی، سعی کن که دیگه زبان خودت رو از عیب جوی من کوتاه کنی. در قامت حال خیش بنگر، از طعن محال خیش بگذر. دیگه تو به خودت یه نگاهی بکن، یه نگاهی به من بکن، دیگه به من طعنه مزن. زین گونه گزارشی عجب کرد، زان حرف حریف را ادب کرد. با گفتن این حرف حریف خودش رو چیکار کرد؟ ادب کرد. یعنی اون پسر رو، اون آقای سلام رو ادب کرد که مراقب باش که دیگه از این حرفا به من نزنی. چون حرفت او حریف بشناخت، حرفی به خطا دگر نینداخت. این آقای سلام تازه فهمید که بابا اصلا این آقای مجنون در یه وادی دیگه ایه، این نیست که مثل حالا ایشنا عاشق یه دختری بوده و چه میدونم حالا رنجی هم کشیده از نوری اون دختر، نه اون نیست، مجنون توی حال هوای دیگه ایست. بعد میگه که بعد آقای نظامی گنجه اینجا خیلی حرفای قشنگی در قالب نصیحت به من شما میگه، میگه گستاخ سخن مباش با کس، تا عذر سخن نخواهی از پس، گر سخت بود کمان و گر سست، گستاخ کشیدن آفت توست، گر سست بود ملال آرد، بر سخت بود خجالت آرد. مجنون و سلام روزکی چند بودن به هم به راه پیوند. میبینید این آقای نظامی گنجوی میگه که مراقب باش وقتی که داری حرف میزنی، به اصطلاح مراقب باشی حرفی نزنی که بعد مجبور بشی که عذرخواهی بکنی. بعد هم میگه که گر سخت بود کمان گر سست، گستاخ کشیدن آفت توست. میگه اگر کمان چه سخت باشه و یا سست باشه، اگر گستاخ بکشی کمان رو، این برای تو آفت میاد. این مواظب زبانت باشه. اگر
سست باشه به صلاح چیز کمان، این ملالت میاره. اگر سخت باشه خجالت میاره. بنابراین حواس جمع باشه، نه ملالت آور باشی و نه سخت باشی. مراقب باش که به صلاح میانه باشه سخن گفتنت که به کسی آسیب نزن. بعد میگه مجنون و سلام روزکی چند بودن به هم به راه پیوند. آن تحفه که در میانه میرفت، آن تحفه که در میانه میرفت، چون در غزلی روانه میرفت، هر بیک که گفتی آن جهانگرد، بر یاد گرفتی آن جوانمرد. میبینید دیگه که آقای سلام حالا در کنار مجنون وایستده بود و به سلام مجنون هر سخنی میگفت، هر غزلی که میگفت، اون بنده خدا هم سعی میکرد که اینا رو یاد بگیره، به خاطر بسپره یا یادداشت بکنه. مجنون زره ضعیف حالی بود، از همه خواب و خورد خالی. بیچاره سلام را در آن درد، نه از خواب گزیر بود و نه از خورد. چون سفره تهی شد از نواله، مهمان به وداع شد حواله. کرد از سر عاجزی وداعش، بگذاشت میان آن سباعش. زان مرحله رفت سوی بغداد، بگرفته بسی قصیده بریاد. هر جا که یکی قصیده خواندی، هوش شنونده خیره ماندی. ببینید که بالاخره این آقای سلام یه مدتی بالاخره در کنار مجنون مون. خب دید که این مجنون نه غذا میخوره نه سلام میخوابه، همش در حال ریاضت و از این حرفا. اما این آقای سلام بنده خدا هم به خواب نیاز داشت، هم به خورد نیاز داشت. بنابراین تا زمانی که اون سفره و اون به صلاح غذایی که داشت وجود داشت و باقی مونده بود، ایشون ادامه داد. ولی بعد از اون چی شد؟ باقا ما دیگه ببخشید بیشتر از این تحمل نداریم، سختی بکشیم، و شروع کرد به خدافزی کردن با جناب مجنون و رفت. بعد کرد از سر عاجزی به داش، بگذاشت میان آن سباش، گذاشت رفت و اون حیوانات دوربر مجنون دو مرتبه باقی ماندن. زان منقدر رفت، از اونجا رفت به سوی بغداد، و در حالی که تعداد زیادی قصیده یاد گرفته بود و هر جا که این قصاید مجنون میخوان، هوش شنوندگان خیره میماند از این ماجرا. حالا قصه بعدی مسئله وفاد یافتن ابن سلام شوهر لیلی، که حالا بعد از این به قول معروف چیز بگو مرحله استراحتی که با هم خواهیم کرد، ادامه اون داستان رو خواهیم ادامه داد انشاءالله. من با اجازت این مقوله بعد خب ما حالا اومدیم سر ادامه داستان وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی. ببینیم که حالا اینجا چه اتفاقی میفته. میفرماید که هر نکته که بر نشاط کاری است، در وی به ضرورت اختیار است. در جنبش هرچه هست موجود، درجی است ز درجهای مقصود. کاغذ ورق دروی دارد، کاماژگه از دو سوی دارد. زین سوی ورق شمار تدبیر، زان سوی ورق زین سوی ورق شمار تدبیر، زان سوی دیگر حساب تقدیر. کم یابد کاتب قلم راست، آن هر دو حساب را به هم راست. بس گل که تو گل کنی شمارش، بس گل که تو گل کنی شمارش، بینی به گزند خیش خارش. بس خوشه هستم از نمایش، کنگور بابد به آزمایش. هرسم یعنی خوشه قوره، به قول معروف خوشه انگور نرسیده. بس گرسنگی که سستی آرد، در حازم تندرستی آرد. بر وفق چنین خلافکاری، تسلیم به هز ستیزکاری. خب میبینید این قسمت هفش بیت ابتدای این فصل، این قسمت یه مقداری به قول معروف در ایهام سخن گفته میشه، احتیاج داره که یکم باز بشه تا قابل درک بشه.
کلیاتش همه میتونن بفهمن، ولی یه مقداری من این رو باز کنم که بهتر مطلب به صلاح جا بیفته. اینه، میگه هر نکته که بر نشان کاری است در وی به ضرورت اختیار است. میگه وقتی ما یه تصمیم میگیریم و یه کاری رو میخوایم انجام بدیم یا یک مطلبی رو میخوایم برسونیم، اون شخصی که میخواد مطلب رو برسونه یه اختیاراتی برای خودش قائله که مثلا بتونه اون موضوع رو بیان بکنه. در جنبش هرچه هست موجود درجیست ز دورهای مقصود. هر مطلبی رو که ما ارائه میکنیم یه مقصودی در آن ارائه مطلب هست. مثل همین داستان لیلی و مجنونی که ما داریم الان بحث میکنیم، آخرش این هستش که بالاخره یه داستان عاشقانه گفته میشه، اما در عین حال از دیدگاه من گوینده یک نمادسازی از عشق الهی هم در آن وجود دارد. بنابراین پس این آقای نظامی گنجوی در گفتن این داستان یه درج مقصودی دارد که بیان عشق الهی است. بعد میگه کاغذ ورق دروی دارد، کاماجگه از دو سوی دارد. میگه یه کاغذی که شما در نظر بگیر دو رو داره، زیرا که دو تا آماجگه داره و از دو طرف بهش به اصطلاح اتفاقاتی براش میفته. یکیش این که زین سوی ورق شمار تدبیر، زان سوی دیگر حساب تقدیر. میگه ما روی یه دونه کاغذ یه طرف شما می نویسیم، میخواد بگه یعنی حالا این کاغذ زندگی ها، نه اینکه حالا کاغذی که ما روش داریم می نویسیم. میگه در این ورق زندگی ما یه قسمتش تدبیر ماست که ما تصمیم میگیریم چه کار بکنیم، از کدام سو بریم، چه مواضعی داشته باشیم. یه بخشش هم تقدیری است که خداوند و جهان هستی برای ما مقدر میکنه. به همین دلیل ما در زندگیمون هم برنامه ریزی داریم هم تحت تأثیر عوامل محیط قرار میگیریم. خب بعد میگه کم یابد کاتب قلم راست، کان هر دو حساب را به هم راست. میگه اون کسی که یا کم یابد کاتب قلم راست، کان هر دو حساب را به هم راست. میگه که شما نمیتونی یک کاتب که به اصطلاح هر دو وجه این حساب کتاب زندگی را عیناً آنچه که میخواهد رقم بزند با کمتر پیدا میکنی. بنابراین یه بخشیش همیشه تحت تأثیر وقایعی است که اتفاق میفتد. ببین همه اینا زمینه سازی میخواد بکنه که حالا میخواد راجع به مرگ شوهر لیلی صحبت بکنه، میخواد بگه آقا یه چیز پیش بینی نشده ای بود، اتفاق افتاد، میدونید. اما این حرف از اون در اون جهت داره زده میشه. بعد میگه بس گل ببخشید، بس گل که تو کن، بس گل که تو گل کنی شمارش، بینی به گزند خیش خارش. میگه تو خیلی وقتا یه گل میگیری دستت، بعد فکر خب این گل دیگه، اما این گل لطیفی که تو دستت میگیری یه دفعه میبینی که یه خاری هم روی ساقه این گل رز وجود داره که میره توی دستت. بس خوشه هرسم از نمایش، کنگور بود به آزمایش. میگه تو یه وقتا ممکنه یه خوشه غوره ببینی، مثلا ببینی سبزه، یه خوشه انگور ببینی که خیلی سبزه، فکر میکنی که این غوره است، اما وقتی که آزمایشش میکنی میذاری دهن، اتفاقا چقدر شیرینه، فقط رنگش سبز بوده. شما دیدید که انگورای سبز هستن که خیلی هم شیرین هستن. بس گرسنگی که سستی آرد، در هاضمه تندرستی آرد. خیلی گرسنگی ها هست که آدم رو سست هم میکنه، اما در شما در روزه اینو میبینید دیگه. اصلا یکی از دلایل روزه که میگم بگیرید همینه، یا حتی رژیم های غذایی که شما بعضا میگیرید، بله کمتر غذا میخوره، سستی هم در شما ایجاد، اما تندرستی از این سستی به وجود میاد. القصه چون قصه این چنین است، پندار که سرگه انگبین است. میگه که چون ما تحت تأثیر عوامل محیط قرار میگیریم و تقدیر الهی در کنار تدبیرهای ما وجود دارد، بس برابر این سرکه و انگبین رو با همدیگه خیلی هم تفاوت نذار، که ممکنه یه وقتا سرکه انگبین بشه، انگبین سرکه بشه. خب از غذا سرکه انگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. این در اولین داستان به قول معروف مثنوی شما از زبان مولوی شنید. لیلی که چراغ دلبران بود، رنج خود و گنج دیگران بود، گنجی کشیده بود ماری از حلقه به گرد او حساری،
گرچه گوهری گرانبها بود، چون مه به دهان اژدها بود. میز نیست در آن شکنجه تنگ، چون دانه لعل در دل سنگ. می کرد به چابکی شکیبی، می داد فریب را فریبی. می بینید دیگه این آقای، این خانم لیلی که چراغ دلبران بود، از به صلاح به قول معروف از زیبایی چراغ دلبران بود، ولی رنج خودش بود، خودش رنج میدید در زندگی، اما گنج دیگران بود. یعنی چی؟ یعنی داره تمثیل میکنه به لیلی را، به یک گنجی که کشیده بود ماری از حلقه به گرد او حصاری. شوهر لیلی رو مثل یک ماری تصویر میکنه که این لیلی رو مثل یک گنج در حلقه حصار خودش نگهداری میکرد. گرچه گوهر گرانبها بود، چون مه به دهان اژدها بود. این آقای خانم لیلی که یک گوهر گرانبها بود، اما مثل ماه در دهان اژدها قرار گرفت بود، که به صلاح این اژدها مراقب این ماه بود، نمیذاش کسی بهش نزدیک بشه. میزیست در آن شکنجه تنگ، چون دانه لعل در دل سنگ. و میبینید باز این سنگ رو، اون به صلاح شوهر لیلی رو به اون سنگ تشبیه میکنه، لیلی رو مثل یک لعلی که در شکم این سنگ قرار گرفته. یعنی اینجور در محاصره اون شوهر قرار داشت، نمیذاش این جنب بخوره از جاش. میکرد به چابکی شکیبی، میداد فریب را فریبی. این خانم لیلی با چابکی شکیبایی میکرد و فریب را فریب میداد. یعنی چی؟ یعنی یه طوری رفتار میکرد که خانواده شوهر و خود شوهر و خانواده خودش اساسا نفهمند که او عاشق مجنون است، و تظاهر میکرد در مقابل اینها به اینکه من به اصطلاح زن این آقا هستم، هیچ به اصطلاح مقاومتی هم ندارم. ولی البته قبلش به این مرد گفته بود که اگه بخواید به من دست بزنید، من همه چیز رو به قول معروف برملا میکنم و خودکشی میکنم، یا مثلا اصلا به تو دیگه محله میذارم و دستی به دست تو نمیدم. اینم گفته بود که باشه، تو فقط باش که من فقط روز صبح به صبح بیام تو رو ببینم، واسه من کافیه، اینو داشته باشی. دیگه شویش همه روز پاس میداشت، میخورد غم و سپاس میداشت. این شوهرم بیچاره خب این لیلی رو خیلی دوستش داشت، قصه میخورد، ولی خب دیگه کاری هم دستش بر نمیاد، به همین راضی بود که بیاد فقط اینو ببینه. در صحبت او بت پریزاد، مانند پری به بند فولاد. تا شوی برش نبود نالید، چون شوی رسیده دیده مالید. میبینید این که میگه فریب رو فریب میداد، همینه دیگه. میگه این به صلاح در نزدیک، در به صلاح مجاورت به صلاح این شوهر، این خانوم لیلی مثل پری بود که در بند پولاد، بند دیو. اون داستان ارسلان، امیر ارسلان اگه شنیده باشید، که فرخ لقا بود که بود، اون رو برداشت برده بود پولاد بند، در به صلاح قلعه خودش به اسارت برده. و اینم میگه اینم مثل یه پریزادی بود که در به صلاح حصار این ابن سلام چی بود؟ اسیر. میگه وقتی که شوهره نبود، این ناله میکرد گریه میکرد. به معنی که شوهره میرسید چشماشو پاک میکرد که معلوم نباشه که گریه کرده. تا صافی بود نوحه میکرد، چون درد رسید، درد میخورد. یا تا صافی بود نوحه میکرد، چون درد رسید درد میخورد. میبینید میگه تا وقتی که اون شراب صافی بالای خم بود، خب این نوحه میکرد، یعنی کسی دور برش نبود. به معنی که دورش شلوغ میشد، این شراب به درد تبدیل میشد، یعنی به صلاح توفاله ها و به صلاح اون لرد شراب میومد، که منظورش همین آقای آقای شوهر باشه، ایشون هم درد خوری میکرد. یعنی دیگه حالا با شوهرش مثلا صحبت می میخواست که از آن غم آشکارا گریت نفسی نداشت یارو. خیلی دوست داشت که از این غم آشکارا گریه و ناله کنه، اما خب نمیتونست، چون که خب اون شوهر اونجا بود، خانواده بودن، بود تو بچه گریه میکنه. زندوه نهفته جان بکاهد، کاهید جان خود که خواهد. میگه آدم وقتی که قصه میخوره و نمیتواند گریه کند، زاری کند، بیان کند غمش رو،
خب در واقع تو خودش میریزه و این از درون این رو میخوره. این لیلی هم اینجوری صدمه ای داشت میده. از حشمت شوی شرم خیشان می بود چو زلف خود پریشان. دیگه اینا واضحه. بیگانه چو دور گشتی از راه، برخواستی از ستون خرگاه. چندان بگریستی بر آن جای، که از گریه در او فتادی از پا. چون بانگ پی آمدی به گوشش، ماندی به شکنجه در خروشش. میبینید دیگه ایشون وقتی که شوهره نبوده، کسی نبود، گریه میکرد. به محضی که افراد میومدن یا صدای پای افراد میومد، شروع میکرد به اینکه به سلام صحنه رو عوض کنه و از این حرفها، و به قول معروف تظاهر کنه که این گریه ای انجام نمیده. و چون شمع به چابکی نشستی، بانگ به خنده در شکستی. تا گریه زاری میکرد، ولی تا میدید یه نفر داره نزدیک میشه، صدای پای یه نفر داره میاد، فوری این گریهش رو تبدیل به خنده میکرد. این بینمکی فلک همی کرد، وان خوشنمک این جگر همی خورد. تا گردش دور بی مدارا، کردش عمل خود آشکار. شد شوی بعد از دریغ و تیمار، دور از رخ عروس بیمار. افتاد مزاج از استقامت، رفت ابن سلام را سلامت. در تن تب تیز کارگر شد، تابش به ره دماغ بر شد. راحت ز مزاج و رخ بربست، قرابه اعتدال بشکست. قارور شناس نبض بفشو، قارور شناخت و رنج او بود. میداد به لطف سازگاری، در تربیت مزاج یاری. تا دور شد از مزاج سستی، پیدا شد راه تندرستی. میبینید این به صلاح وضعیت لیلی بنده خدا بود که تظاهر میکرد وقتی کسی نبود گریه میکرد، تا شوهره میومد یا قوم خویشان میومدن، فوری خندش لبه به گریه خبیه به خنده میکرد و سعی میکرد که تظاهر کنه که به صلاح حالش خوبه، تا اینکه دور فلک به اصطلاح وضعیتی رو به وجود آورد. و اون این بود که این آقای ابن سلام بالاخره حالا لیلی بهش نگاه میکرد، اما باش دست به دست لیلی نمیتونست بزنه. اون هم عاشق لیلی بود، ولی بالاخره این غم این که در کنار لیلی بود ولی به لیلی دسترسی نداشت، خب اون رو اذیت میکرد و این وضعیت باعث شد که حالش خراب شد. بیماری برش اتفاق افتاد و این بیماری زد به دماغش، به دماغ یعنی زد توی قلبش و روحش و نفسش و از این حرفا. غم از غم مثلا مریض شد. وقتی که مریض شد بردنش پیش پزشک، پزشک قارور شناسی کرد، ادرارش رو گرفت، نمونه ادرارش رو گرفت، نگاه کرد، نفسش رو گرفت و شروع کرد به دارو دادن که حالش خوب بشه. خب بیمار چو اندکی بهی یافت، در شخص نزار فربهی ها پریز نکرد از آنچه بدی. وان کرده نه برقرار خودی، پرهیز نه دفع یک گزند است. در راحت و رنج سود بند است، در راحت از او ثبات یابد و از رنج به دو نجات یابد. چون وقت بهی در آن تب تیز، پرهیز شکن شکست پرهیز. تب باز ملازمه نفس کشت، بیماری رفته باز برگشت. آن تن که به زخم اول افتاد، زخم دیگرش به باد برداد. وان گل که به آب اول آلود، آب دیگرش رسید و پالود. یک زلزله از نخست برخاست، دیوار دریده شد چپ و راست. چون زلزله دیگر برآمد، دیوار شکسته بر سر آمد. روزی دوست آن جوان رنجور، میزد نفسی ز عافیت دور. چون شد نفسش به سینه در تنگ، زد شیشه باد بر سر سنگ. افشان چو باد بر جهان دست، جانش ز شکنجه جهان رست. او رفت و رویم و کس نماند، بامی که جهان دهد ستاند. آقا 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 میبینید که این آقای ابن سلام بهش دارو دادن، دارو خورد، حالش اول خوب شد. وقتی که به اصطلاح حالش خوب شد، دو مرتبه ناپرهیزی رو آغاز کرد، دارو رو دیگه نخورد و به خاطر اینکه ناپرهیزی کرد، دو مرتبه بیماری به سراغش اومد و
تب دو مرتبه اومد و دو مرتبه جانش کاهیدن گرفت و از تب و بیماری به قول دیگه که با زخم اولی که بهش خورده بود خب زخمی شد، ولی زخم دوم دیگه کارشو کرد. بار دوم که بیماری بهش غلبه کرد دیگه کارش ساخته شد. مثل گلی بود که اول یه آب آلوده بهش دادن، خب آب آلوده خب یه مقدار حالش خراب کرد، باز آب سالم بهش دادن خوب شد، ولی دو مرتبه آب آلوده که بار دوم بهش دادن منظورش ناپریزی کردنه دیگه، اون گل خشکی. یه زلزله اومد دیوار چپ و راست شد سوس شد، اما زلزله دوم که اومد دیگه دیوار فرو خورد. این آقا بعد از دو سه روزی که حالش خراب بود سینهش تنگ شد و شیشه عمرش بر به صلاح باد شیشه عمرش رو بر سنگ زد و در واقع از رنج این جهان رست و از بین رفت. میگه او مرد، ما هم مثل او خواهیم مرد. بعد میگه از وام جهان اگر گیاه هست، میترس که شوم وام خواه هست. میکوش که وام او گذاری، تا باز دهی ز وام داری. منشین که نشستن اندر این وام، مسمار تن است و میخ اندام. بر گوهر خیش بشکن این درج، بر هر چو کبوتران از این برج. که این هفت خدنگ چهار میخی، وین نسپر هزار میخی. با حربه مرگ اگر ستیزند، افتند چنان که بر نخیزند. هر صبح که از این رواق دلکش، در خرمن عالم افتد آتش. هر شام که از این خمه خم گلالود، بر خمره فلک شود دود. تعلیمگر تو شد که اینجا آتش کرده ایست دود پیما. خب میبینید که اینجا جناب نظامی گنجوی به ما داره درس به اصطلاح نصیحت میده. میگه که ببین اون ابن سلام از بین رفت، من تو هم از بین میریم، حواستون جمع کنید. این دنیا دنیای پایداری نیست. اگر وامی به ما میدهد این وام را از ما پس میگیرد. وامی که دنیا به ما میده چیه؟ این عمر ماست و بعدم این عمر ما رو چیکار میکنه؟ آروم آروم از ما پس میگیره. اون داستان آها میگه مواظب باشید که عمرتون رو به ابطال نگذرونید، از این عمرتون باید بهره برداری کنید. اون داستانی که مولانا گفت راجع به اون ترکی که حاکم یه منطقه ای بود و بزرگ یه منطقه ای بود، گفتن که پارچه فروش ها توی این شهر پارچه ها رو می دزدن و از مردم می دزدن، پارچه می دزدن. یه حرفو گفتش که بگید که اوستای بزرگشون که از همه دوستری که گفتن فلان کسکه، گفت من میرم پارچه بهش میدم مثلا لباس بدوزه و بعدم اگه جرأت کرد که از پاچه من بدزده، من سر اسبم شرط بندی میکنم، این اسبمو میذارم گرو اینجا، اگر اون تونست یه تیکه از پاچه لباس منو بدزده من این اسبم مال شما، ولی اگر که نتونست بدزده اون وقت شما باید یه اسب این اسب من به همین خوبی اسب من به من بدید. اون بزرگانم گفتن باشه شما این کارو بکن اگه میتونید. ایشون هم رفت و رفت سراغ اون به قول معروف خیاط. خیاط به محضی که این هم ترک بود دیگه، از بزرگان ترک ها چشماشون کمی بادومی بود دیگه، ولی همون مثلا قزاقستان و غیره از مناطق اون شمال بوده ترک ها. دیگه که ایشون که رفت اونجا سراغ این بقاله، میگم بقال خیاطه، خیاطه دوید از در دکون اومد بیرون و سلامت گرم و نرم میکرد و از این حرفا، و خیلی با احترام ایشون رو آورد داخل و اینم پارچه ابریشمین خیلی های کوالیتی داشت. برگشت بهش گفتش که آقای خیاط، گفت بله، گفتش که میخوام که مثلا یه لباس بدوزی. گفت بفرمایید قربونتون برم، هر دستور دهی بفرمایید من با جان دل اجرا میکنم. گفتش که میخوام که بالاش خود تنگتر باشه، این زیبایی اندامم به قول معروف بیرون بیاد، پایینش خود گشاد بشه، وقتی سوار اسب میشم دست پامو نگیره، اینم اینجاش اینجوری باشه، جیبش اونجوری باشه، فلانش اونجوری باشه. همینطور دستور میداد، اینم تونتو یادداشت میکرد و اندازه‌گیری میکرد از این حرفا. و بعد همونطور که داشت حرف میزد گفتش که شما چقدر شیرین زبونین آقای چیز، به قول ما خیاط درگش این بود، شما چقدر شیرین زبون، چقدر شیرین صحبت میکنید از این حرفا. اینم
گفتش که شما هم شیرین زبونی چقدر، چون خیلی با آب و تاب با این صحبت میکرد. تا این گفت شما هم خیلی شیرین صحبت میکنید، حالا که گفتی شیرین صحبت میکنم یه جوک برات بگم. و بفهمونم نبودن جوک، گفتن لطیفه. گفت یه لطیفه برات بگم. شروع کرد یه لطیفه گفتن، انقدر این لطیفه بامزه بود که این طرف که اونجا نشسته بود خندش گرفت، قشقش خندید. خب این که چشماش که باریک بود، خنده هم که میگه چشمش دیگه بسته میشد. تا این چشمش بسته میشد یه تیکه از پارچه رو برید گذاشت کنار بر خودش. دو مرتبه واسه بار دوم یه خود با صحبت کرد، گفت ببین خیلی قشنگ تو لطیفه میدی، یه لطیفه دیگه هم بگو. یکی دیگه گفت، باز تا خندید چشمش بسته شد یه تیکه دیگه پارچه دوزید. سومین بار رو دیگه، چهارمین بار که شما گفت یه لطیفه دیگه هم واسه من بگو، این گفتش که ببخشید میترسم که دیگه پارچه به لباستون نرسه، کم بیاری واسه پارچه. خب بعد مولانا گفتش که ما هم مانند این روزگار هم مثل اون خیاطه، با قیچی شب و روز، شب و روز، شب و روز عمر ما رو قیچی میکنه. ما در حال خندیدن و لاغ هستیم، لهو و لعب، ما به لهو و لعب مشغول هستیم، ولی حواسمون نیست که این دنیا داره پارچه عمر ما رو با این قیچی شب و روز مرتب قیچی میکنه. به خودمون بیایم که از خودمون آثاری باقی بذاریم. تمام این شش پنج شش به اصطلاح بیتی که من برای شما خوندم همین مطلب میگه. میگه این دنیا دارد یه وامی به ما داده است، اون وام، وام عمر ماست و این عمر رو از ما پس میگیره. پس مراقب باشیم که عمرمون رو بیهوده نگذرونیم و به اصطلاح دستاوردی داشته باشیم. میگه عمر ما اگر به اصطلاح ما با سپر همه فلک رو هم بیاریم رو سر خودمون سپر بکنیم با همه عظمتش که دست مرگ به ما نرسه، ولی دست مرگ به ما میرسه و ما رو از بین خواهد. بعد میگه که با حربه من اگر ستیزن، افتن چنان که برنخیزن. هر صبح که این رواق دلکش در خرمن عالم افتد آتش، هر شام که از این خم گلارود بر خنبره فلک شود دود، تعلیمگر تو شد که اینجا آتشکده ایست دود پیم. میگه این دنیا یه آتشکده است و کارش همین استش که به صلاح خرمن عمر ما را دارد هر روز آتش میزند. مواظب باش که دست خالی از این دنیا نری. بعد میگه لیلی ز فراق شوی بیکام می جست ز جا چو گور از دام. از رفتنش هرچه سود سنجید، با این همه شوی بود رنجید. می که از بحر شوی فریاد، و آورده نهفته دوست را یا. از مهنت دوست موی می کند، اما به توفید شوی می کند. از اشک از پی دوست دانه می کرد، شوی شده را بهانه می کرد. بر شوی ز شیونی که خواندی، در شیوه دوست نکره رندی. شوی از برون پوست بودی، مغزش همه دوست دوست بودی. رسم عرب است که از پس شوی، نن مای از زن به هیچ کس رو. سالی دو به خانه در نشیند، او در کس و کس در او نبیند. نالد به تضرعی که داند، بیتی به مراد خویش خواند. لیلی به چنین بهانه حالی، خرگاس خلق کرد مالی. بر قاعده مصیبت شوی، با غم بنشست روی در روی. چون یافت غریو را بهانه، برخاست صبوری از میانه. می برد به شرط سوگواری، بر هفت فلک خروش و زاری. شوریدگی دلیر می کرد، خود را به تپانچه سیر می کرد. می زد نفسی چنان که می خواد، خوف و خطرش راه زرا برخواست. می بینید میگه لیلی وقتی که شوهرش مرد، مثل به اصطلاح آهو از جا پرید. خب گفت اگرچه
به شوهر به صلاح علاقه ای نداشت، اما بالاخره چون شوهرش بود رنجید خاطر شد که شوهرش بود، ولی حالا شروع میکرد به گریه کردن. ولی وقتی که گریه میکرد در واقع غم عشق مجنون در دلش بود و گریه میکرد، ظاهرش اشک میریخت، همه تصور میکردن که بر شوهر داره شیون میکنه، ولی در قلبش راجع به غم جدایی از مجنون بود که داشت به اصطلاح گریه زاری میکرد. شویش در برون پست بود، ولی در مغزش، در مغز عزاداریش دوست دوست بود. بعد دیگه رسم عرب هم این بود که وقتی یه زنی به اصطلاح فوت میکرد تا 2 سال خونه نشین بود و هیچ کسی نه روی این زنی میده و این زن روی خودش رو به هیچ کس نشون میده. این معلومه از رسوم اون قبیله اینا بوده، چون ما در اسلام همچین چیزی رو نداریم. در اسلام زنی که شویش میمیرد باید که یه عده نگه دارد دیگه، 3 ماه و 10 روز عده نگه میداره که معلوم میشه که حامله نباشه، و بعد از 3 ماه و 10 روز اجازه داره که شوهر بکنه و مثلا حالا با یه مرد دیگه ازدواج بکنه و هر دلیلی که بکنه. این دیگه ایشون 2 سال در خانه بود، حالا دیگه بهانه داشت که 2 سال گریهزاری کنه و این 2 سال را عیناً به یاد مجنون گریهزاری میکرد و اون عقده هایی که تو دلش بود و به خاطر اون محظوریت های اخلاقی به خانوادگی و مثلا رسم و رسوماتی که داشتن که نمیتوانست برای مجنون گریهزاری بکنه، اینجا دیگه گریهزاری خودش رو انجام میداد. خب صفت رسیدن خزان و درگذشتن لیلی. حالا دیگه بحث بعدی ما داستان مرگ لیلیه. حالا واسه اونایی که دوست داشتن بدونن بعدش چی میشه، لیلی فوت میکنه، اما اینکه چگونه فوت میکنه و چه داستانهایی اتفاق میفته تا این فوت بکنه، 1001 تقدیر در این تدبیر وجود دارد که ما اینو میذاریم انشاءالله واسه جلسه آینده بکنیم. حالا چرا؟ دلیلش اینه که ببینید، اگه ما حالا اشتباه نکنم، این داستان وفات لیلی ببینید چقدر طولانیه، یعنی 122 بیته و این به اصطلاح خیلی طولانیه و ما مثلا فقط قسمت کوچکیش رو تو این 10 دقیقه 10-15 دقیقه میتونیم به اصطلاح کاور بکنیم. برای من ترجیح میدم که این جلسه رو در همینجا ختم بکنیم، اون بقیه داستان لیلی و مجنون رو ایشالله جلسه آینده با بخش پایانی با هم دیگه به اتمام خواهیم رسوند. خیلی ممنون هستم که توجه داشتید و ایشالله در جلسه آینده ادامه به داستان رو با هم دیگه پی خواهیم گرفت. خب